با درود گرم، داریوش باقری هستم در برنامه بیگ بنگ. خیلی خوشحالم که این برنامه مورد استقبال شما قرار گرفته. در این برنامه ما با جناب آقای پروفسور ابراهیم ویکتوری تقریبا یک ساعتی در خدمتتون هستیم در رابطه با مسائل گوناگون علمی و باورهای مذهبی که در ارتباط با علم قرار میگیره و تقابل این دو صحبت های می کنیم. در این حال بعضی وقت ها هم جناب ویکتوری لطف می کنند برای تنوع بیشتر در برنامه از خاطرات قبلی خودشون هم میگن که اون بخش هم خیلی مورد استقبال شما قرار گرفته. در بخش قبل وقتی که صحبت از مذاهب بود و به یهودیت که رسیدیم، جناب ویکتوری یک پرانتزی در حقیقت باز کردن و توضیحاتی رو دادن از این که خب 2500 سال پیش تقریبا کوروش کبیر وقتی بابل رو فتح کرد، اونجا اولین منشور آزادی حقوق بشر رو در حقیقت در یک لوحی ثبتش کرد و یکی دو تا از مواردش هم در رابطه با آزادی مذهب بود، به خصوص اونجا که همه میدونیم دیگه یهودیانی که اونجا بسیار مشکل داشتن آزاد کردن از مشکلاتی که داشتن، از جمله اینکه یکی از اصلهای منشور هم آزادی مذهب برای همه بودش. و توضیحاتی رو دادن جناب ویکتوری که میتونین اگر دوست دارین برنامه قبل رو ببینین، میتونین به یوتیوب تلویزیون پارس مراجعه کنین و برنامه های قبل رو ببینید. اونجا توضیح دادن که عده‌ای از یهودیان رو به همراه کوروش کبیر به ایران اومدن، در شیراز مستقر شدن، سالها در شیراز بودن و بعد هم خب اینها در زمان رضا شاه کبیر آزادی هایی به اینا داده شده بود، چون خیلی از لازم از طرف مذهبیون مورد مشکل داشتن، از یک محله‌ای نمیتونستن خارج بشن و خیلی از این مسائلی که توضیحاتش رو میگم آقای ویکتوری دادن. ولی اینکه این خب در ایران اون موقع تونستن یک جامعه مثل یهودیان تونستن به آزادی‌های شغلی حتی برسن و تونستن چقدر تاثیرگذار باشن در اقتصاد باز ایران و تونستن چه خدماتی رو انجام، حالا امثال آقای الغانیان و بقیه سرمایه گذاران و کارآفرینانی که حالا صرفا یهودی هم نبودن، ولی تونستن با کمک هم ایرانی آباد و پیشرفته رو بسازن. موضوع این بخش که خب ارتباطی هم با صحبتهایی که آقای ویکتوری کردن در اینکه چگونه ایران تأثیرگذار بوده در پیشرفت جامعه بشری خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. یکی دو تا عکس هم، عکس خانوادگی هم نشون دادن که قبل از اینکه وارد بحث این هفتمون بشیم که میدونم براتون جذاب هم خواهد بود، راجع به مهنشی نیست که به کره ماه رفته، از آقای ویکتوری همونجور که بیننده ها خیلی ها به هم ایمیل زده بودن هم پیغام گذاشته بودن که مایلن اون عکس ها رو یه توضیح راجع بهش داده بشه، من از آقای ویکتوری خواهش کردم که اول برنامه یه زمان کوتاهی رو بذارن یه توضیح راجع به این عکس ها بدن که بسیار ممنونشون میشیم. جناب آقای ویکتوری درود فراوان بر شما. آهای باقری چطوری دارید جان؟ قربون شما، مرسی، شما رو میبینیم خیلی خوشحال میشیم. مرسی. خب جناب ویکتوری اگر اجازه بدید در رابطه با اون دوتا عکسی رو که در هفته قبل گذاشته بودیم یه توضیحات مختصری شما اگر بفرمایید، بخش عظیمی از بینندگان ما هم راضی میشن از این جریان. اوکی، دلیلی که من این دوتا عکس ها رو گذاشتم برای این بود که داشتیم درباره تکامل بشر صحبت می‌کردیم و گفتم که این تکامل بشر موضوع یک هفته، دو هفته یا یک سال یا یک قرن نبود، در حدود 7-8 هزار سال تموم بشر داشت تکامل پیدا می‌کرد از نقطه نظر تمدن و اینا. و دلیل بزرگش هم همونجور که صحبت می‌کردیم هفته پیش، دلیل بزرگش هم دین بود، به وجود آمدن دین بود که البته در ایران، ایران اولین مملکتی بود که زرتشت رو، دین زرتشتی رو ارائه کرده بود و مردم از اون داشتن پیروی میکردن و
بعد از اون دین یهودیت بیرون اومد که اون دین یهودیت هم خودش یک تاریخی داشته، اینی که به تکامل بشر، و اونو درباره صحبت خواهیم کرد که چطور حضرت ابراهیم این کار رو کرد و فرزند و نوه و نتیجه و ایناش چجوری اینها رفتن، از کجا به کجا رفتن و چطور دین یهودیت ادامه پیدا کرد و در ضمن دوتا ادیان دیگر هم به وجود آمدند، یکیش دین اسلام بود، یکیش دین مسیحیت بود، چگونگی همه اینا. همه وجود آمدن این دین ها در تکامل بودن تمدن بشر و اینی که ما چجوری از یه حیوانی که از میمون چیز شده بود، بزرگ شده بود و اینا، اون اومد و کم کم از زیر دریا اومد بیرون و از زیر دریا شروع کرد به تکامل پیدا کردن، تا اون عکس بزرگ هر هفته نشوندون دارم که نشون میداد که از یک میمون چجوری مرد بشر به وجود آمد و چجوری الان رو نشون میداد که همه اون آدمه پشت کامپیوتر نشسته و داره با کامپیوتر کار میکنه. و همه مون میدونیم که کامپیوتر چیه، این دستبرد 50 سال اخیره، 60-70 سال اخیره که کامپیوتر به دست بشر رسیده و چه تشعشعاتی وجود و اختراع کامپیوتر در تکامل بشر داشته و همه اینها باعث شده که بشر جلو بیاد. و الان همونجوری که دفعه پیش گفتم، یک موقع خیلی کریتیکالیه برای بشر. چرا؟ ما الان داریم فصل فضا رو داریم باز میکنیم، یعنی مردم، بشر، این فقط بشر بیونه، همه ایمونهایی که در سطح زمین هستن فقط و فقط و فقط بشره که عقل و شعورشو داره و تحصیلاتشو داره و که بتونه که وارد یک امر پیچیده ای مثل فضا داشته باشه. و این دیگه ما چجوری باید بریم در فضا مسافرت داریم میریم بکنیم؟ الان ما همه اون میدونیم، به ما رفتیم، به مریخ هم خودمون نرفتیم هنوز، ولی تا 20 سال دیگه یه مرد سر کلش در خود مریخ هم پیدا میشه و بعد از اون در سیاره های دیگه و بالاخره روزی میاد، حالا این روز ممکنه که 50 سال دیگه باشه، ممکنه که 100 سال دیگه باشه، که ما میتونیم بریم در یک سیاره دیگری به غیر از زمین، سیاره زمین، بشر بدونه بره اونجا رو از اونجا دیدن کنه و ببینیم که آیا در اونجا هم مثل سطح زمین بشری وجود داره. بشر که میگن بشر یعنی دیگه حیوان با تمدن، حتما اگر هم باشن حتما شکل من و شما رو ممکنه که نداشته باشن، ممکنه هست که شکل من و شما رو داشته باشن، نمیدونیم، باید صبر کنیم تا اون موقع پیش بیاد و ببینیم که بالاخره اگر تمدنی وجود داره در این سیاره های دیگه ای که هزاران هزارش در آسمان وجود دارن و ما میتونیم الان چون عکسایی از این سیاره ها گرفته شده و میدونیم که این سیاره ها کجا هستن، همشون به دور ستاره هایی هستن که در آسمان هستن و ستاره ها چی هستن، هر نقطه ای که شما شب در آسمان نگاه کنید یه نقطه نور رو ببینید، اون یک ستاره است و بیشتر اونها، اکثریت اونها به دورشون سیاره دارن درست مثل خورشید ما، و در اون سیاره هم که حیاتی وجود داشته باشه و این حیات ممکنه که تمدن داشته باشه مثل حیاتی که در سطح زمین تمدن پیدا کرده و ما متعلق به اون هستیم و الان به جای رسیده که همونجوری که گفتم داریم میریم به فضا و ببینیم که در سیاره های دیگه یا هنوز کسی وجود داره یا نه. و ما چقدر خوشوقت هستیم، و که میگم ما یعنی همه ماهایی که الان من دارم به شما صحبت میکنم، همه شماهایی که با سن و سال هستید و در سطح زمین زندگی میکنید و دارید به حرف من گوش میکنید
و شما هم حتما خودتون دارید تعجب میکنید از اینی که یعنی تعجب که نمیکنید، میخواهید بدونید که آیا در این ستاره های دیگه دورشون سیاره های دیگه وجود داره. جوابش الان ما میتونیم بگیم که بله، 100% به دور دم ستاره هایی که در آسمان هستن سیارات وجود داره. چرا عکسش رو گرفتیم الان؟ الان بشر به جایی رسیده که عکس اون سیاره ها رو تونستیم که بگیریم و میتونیم سیاره ها رو حتی تا یکی چند ده پنج ده سال پیش بتونیم بگیم که آیا سیاره ها داخلشون آب هست و ما الان داریم حدس میزنیم که آیا اینا داخلشون آب هست شده. و من که شخصا میگم 100% باید آب باشه به دلایل ساینتیفیک، به همون دلیلی که در زمین آب اومد و این آبهای زمین از کجا اومد. دفعه پیش براتون گفتم که آبهایی که در زمین هستن از کجا اومدن. چطور شد که وقتی که زمین، سیاره زمین، وقتی که 5 بیلیون ساله که الان این سیاره به وجود آمده، چطور شد وقتی که سیاره از صورت اون چیزی که چی بود مذاب، حالت مذاب داشت، اونجوری بود، چجوری بعدا یه دفعه شد یک سیاره ای که درش یک دونه فقط قاره بود و این دو و یک دور قاره سر تا سر آب. این آبا کجا اومدن؟ به تو گفتم که این آبا از کجا اومدن؟ از آسمان، از ستاره های دنبال دار. ستاره های دنبال دار همه شون یخن، از یخ درست شدن. خب یخ ها از کجا اومدن؟ از آبی که در سیاره های دیگه که به دور خورشید های دیگه هستن، از اون آب ها شدن که به وجود آمدن. پس سیاره های دیگه ما میدونیم که قادر به این هستن که در آب داشته باشن، مثل آبی که در سطح زمین است. کم کم ما داریم پیدا میکنیم به اینی که سیاره های دیگه چه چیزهایی داشته باشن. و همین الان که گمون کنم یه 50 سال طول بکشه تا اینی که ما شروع کنیم به اینی که در بریم به سیاره های دیگه، بتونیم مسافرت کنیم با راحتی، بریم اونجا، بریم پایین در فضایی که در اون سیاره هست بتونیم زندگی کنیم، مثل ما که بشر هستیم و در زمین اکسیژن لازم داریم، آب لازم داریم و اینا، در جاهای دیگه هم باشه. و بالاخره روزی میاد 300 سال 400 سال شاید زودتر، اصلا نمیشه گفت چقدر، اینجوری که بشر داره جلو میره الان 70 ساله، سال 1957 بود که ما اولین چیزو ساتلایتو فرستادیم به دور زمین، اولین شیئی بود که بشر فرستاد به دور زمین، یعنی بره به فضا، 70 سال پیش بوده. و خدا بدونه که آیا 70 بعد از اونم الان 20 سال، 1960 میشه 40، 60 سال پیش هم بوده که بشر اصلا رفته تو فضا، ما رفتیم به دور زمین گشتیم، یعنی از سطح زمین رفتیم بیرون، در فضا شروع کردیم به زندگی کردن. و حتی به موقعی رسید که ما پروژه هایی داشتیم که 4 تا 5 تا استرونات و اینا رفتن بیرون و اینا برای مدتی موندن. و حتی ما بشر فرستادیم به سطح ما، اینا رو همه شو در عرض این 50-60 سال انجام دادیم. براتون اینا رو گفتم که بدونید که خیلی سخته به اینی که یه ساینتیست یا هر کسی بتونه بگه که آیا در چه مدتی ما چه کارهایی میتونیم در فضا بکنیم. میدونیم که میکنیم، ولی من نمیدونم بهتون بگم چه موقعی ما میریم به مریخ. آقای ویکتوری،
با چون قول دادیم به تماشاچی اون اکثرم راجبش توضیح بدیم، فقط یه سوال من میکنم. شما وقتی راجب حیات در کرات دیگه صحبت میکنید و اینکه میگید حتما حیات در کرات دیگر هم هست، فوری این شبهه برای تماشاچی پیش میاد که میدونی خب خیلی ها هنوز اعتقاد سفت و سخت دارن که آدم فضایی ها اومدن به کره زمین، اهرام ثلاثه مصر رو ساختن، خیلی کارا کرد. یک جواب قاطع به من بدید، آیا به نظر شما کره زمین شاهد آدم فضایی ها یا الینای بوده که از خارج بیان بر روی زمین یا نه؟ یه جواب قاطع به من بدید. نه، خیلی ساده است. نه آقای باقری، هیچ چه بشر چه حیوان یا هیچ چیز موجود زنده از سیاره دیگه نیامده به زمین. دلیلش هم خیلی ساده است. شما اگه یه ساینتیست باشید خیلی خوب میتونید اینو نمیخوام بگم بفهمید، یعنی متوجه به این میشید. من فکر کنم جوابش فقط یه فرمول ساده انشتنه دیگه، نه؟ ای مساویس با ام سی دو. فرمول که با این سرعتی که سرعت نور اگر قرار باشه کسی بیاد، بسته به اینه که لیمیتی داره به سرعتی که بشر میتونه در اون مسافرت کنه. بشر وقتی ما شروع میکنیم به سرعت گرفتن، وقتی سرعت میکنیم مکسیموم سرعتی که میتونیم بریم سرعت نوره. گوش بدید، چرا؟ چون هر چی که سرعت ما پیدا کنیم، هر چی که بدن یک بشر سرعت پیدا کنه بره، اتمهای بشر، اتمهایی که بدن ما رو تشکیل داده و بدن همه ما از چی تشکیل شده؟ از یه مش اتم. حالا اینا اتمهای ماده های مختلف هستن. اولا 97.8% ما فقط آبه، هر کدوم ما 98% وزنمون فقط و فقط آبه، H2O، فقط هیدروژن و اکسیژن. وقتی میگم آب، درست همین آبیست که میخورید. اوکی؟ این در بدن ما. بقیهش 68 سنت قیمت همه بقیه فلزاتیست که در بدن یه آدم. یعنی این که اگر با سرعت نور، حالا نه حتی بشر، حتی هر چیز دیگه ای بخواد حرکت کنه، چه اتفاقی میفته؟ سرعتتون وقتی که بالا میره، بالاتر میره سرعت نور برسه، این اتم ها شروع میکنن به از همدیگه در اومدن، از همدیگه پاشی شدن، به طوری که وقتی که شما به سرعت نور اگر برسید، سرعت داشته باشید، یکی از اتم های بدنتون دیگه شکل اتم نداره، همش اینا تبدیل میشن به الکترون و نمیدونم این چیزهایی که اتم نوترون و این شامل این فقط بشر نیست، حتی آدم های کرات دیگه هم باشن همین اتفاق برشون میفته. این همه دنیا اینه، این یونیورسال لایی که آینشتاین داده شد. You're right. اینا ما از تئوری های آینشتاین داریم. اینی که حالا ما تا 60%، 70% سرعت نور میتونیم مسافرت بکنیم بدون اینی که این چیزهایی که ما کیپبل هستیم، قادر هستیم که با بدنمون انجام بدیم. مهمتر از همش چیه؟ فکر کنیم. مهمتر از همش اینه که ما حاضر هستیم که فکر کنیم. هرچی که سرعتمون بالا میره فکر با چی میکنیم؟ با برینمون میکنیم. بله، با مغزمون. یه مش اتمه. وقتی این اتم ها شروع کنن و از بین رفتن، الکترون هاشون از دست بدن و این رو دیگه برینی واسه ما نموده که فکر بکنیم. گوش بدید، این لیمیتیشنه. ما لیمیتیشن سرعت داریم. از طرف دیگه فاصله میون ما بین این ستاره ها به قدری زیاده، به قدری زیاده، نزدیکترین ستاره به ما 4 سال نوری فاصله داره. میدونی 4 سال نوری یعنی چه؟ یعنی شما اگه با سرعت نور مسافرت کنید که نمیتونید بکنید، 4 سال باید با سرعت نور مسافرت کنید تا برید به یک ستاره دیگه بفرستید که دورش یه سیاره است. ستاره که دورش سیاره باشه، البته دور خود ستاره ما سیاره های دیگه مثل زمین هستن، مثل مریخ و زهره و اینا که رفتیم در اونجا ما
همه نوع افزار فرستادیم و اینو و عکس هایی که گرفتیم از سطح این سیاره ها ما میدونیم که چی هستن، شامل از خاک هستن و شما عکس هایی که از مریخ گرفتن این سفینه هایی که ما فرستادیم به مریخ، اگر این عکس ها رو نگاه کنید نمیتونید بگید این عکس ها از مریخ یا از زمینه. یعنی چه؟ یعنی سیاره ها همه مثل همدیگه هستن. البته اینا همش 7-8-10 تا سیاره ای هستن که به دور زمین هستن، به دور خورشید، به دور خورشید هستن. و اینا هیچ کدوم هم قابلیت این که یک بشری در یا یک حالا حیات درش باشه به صورتی که تکامل یافته باشه توی منظومه شمسی ما نداریم که اومده باشه پیش ما. نه، در منظومه شمسی همچین حیوانی ما الان خودم هم دارم میگم حیوان دیگه، همچون حیوانی مثل ما نیست. ما ندیدیم، جایی نرفتیم، جایی ندیدیم که اینا قادر باشن که با سرعتی مسافرت کنن که بتونن بیان اینجا، کما به این که ما با وجود اینی که من و شما چشممون داریم میبینیم که ما چجوری میدونیم بریم از اینجا، میدونیم بلنشیم بریم به کره ما و از کره ما میدونیم بلنشیم برگردیم اینجا، یه چیزی نیست. دفعه آخری که رفتیم چندین سال پیش بود، دو هفته پیشم اینا یه چیز دیگه تازه فرستادیم، بله ما کره ما بیاد پایین و بیاد بالا. یعنی تا اونجا رفتنشو میدونیم بریم، حالا آیا بشر در یک این چیز ما بذاریم یا نذاریم دست خود ماست، بس به این که بتونیم اون چی میگن جوی اتمسفیری چی میگن محیطی که ما داریم در این زندگی میکنیم محیطی باشه که ما بتونیم در اون محیط زندگی کنیم، یعنی اکسیژن داشته باشه، بتونیم آب از اونجا نگهداریم که بتونیم آب بخوریم. شما هر روز باید آب بخوریم، اگه هر روز آب نخوریم بدنمون نمیتونه کار کنه. خب ویکتوری بذارین چون بخش دوم هم میخوایم راجع به همین مهنشینی که رفته رو کره ماه صحبت کنیم، ولی اگر اجازه خیلی کوتاه راجع به این دوتا عکس توضیحاتی برای ما لطفا بدید. اوکی، این عکس اولا میگم عکس خانوادگی رو بذارید اول. عکس چرا عکس خانوادگی میخوام؟ همه میخوام بدونن که من چرا عکس خانوادگی گذاشتم. این عکسی که گذاشتم این عکسی است از خانواده خود من. گوش میدی؟ این عکس 115 سال پیش گرفته شده. گوش میدی؟ بله. و این خانواده بنده از شما این به این خانمی که طرف دست راست یا دست چپ از جایی که من دارم نگاه. بله، الان با فلش داریم نشون میدیم. با فلش این خانمی که طرف دست راست رو ردیف دوم دارید. بله بله. دو تا بچه بغلشه. بله بله. خانم خاله منه. اسمشون چی بود؟ منور خانم. منور خانم. من خوب یادمه این خاله من. اون دو تا بچه‌ها کیان اون وقت رو پاشون؟ بچه‌های خودشان. بچه‌ها اونی که بغل خاله من نشسته مادر منه. به به. ولی قبل از اینی که من دنیا بیام. ازدواج هم نکرده بودن. من حتی قبل از اینم که ازدواج بکنه این عکسو گرفتم. واسه همونی که پدرتون هم اینجا نیست. برای همینه که پدرم هم اینجا نیست. آره اونی که بغل مادر من نشسته مادر خودشه، مادر بزرگ منه. بله. و اونی که پهلوی مادر بزرگ من نشسته شوهر اونه که میشه پدر مادر من. گوش میدی؟ ایشون مبلغ مذهبی بودن، این لباسشون اینجوریه یا نه؟ نه، این لباسی بود که یهودی ها تن میکرد. آها. گوش میدی؟ و این دلیلیست که من این عکس رو آوردم نشون، این عکس رو آوردم نشون که ببینید که تکامل ما در ایران، من فقط دارم تکامل خودمون رو در ایران دارم نشونتون میدم و تکامل خودمون رو در ایران که نشونتون بدم میتونم از فامیل خودم نشونتون بدم. بله. فامیل خودم هم خیلی اینترستینگه. میدونی چرا فامیل خودم اینترستینگه؟ برای اینکه الغانیانا توشن. نه فقط برای اینکه الغانیانا توشن، من که میدونم الغانیانا توشن، ولی برای خاطر اینی که من میدونم for sure for certain اونجوری که تاریخ به من گفته و اونجوری که تاریخ فامیل من به من گفته 2400 ساله که این فامیل یهودی در ایران زندگی میکرد. نه این فامیل کلا یهودیات. یهودیات. یعنی فامیل وقتی میگم یعنی اجداد این پدر بزرگ من.
این ایشون اینجا پدر مادر منه. بله. که این آقایی که ریش سفید که این وسط نشسته جمع میشه ریش سفید منه. بله. طرف دست چپش خانومشه که میشه مادر بزرگ من. بله. نه اونوری اونوری. و دو تا خانم طرف دست راست این آقای پیرمرد هستن. آها. ولی پشت سر این پیرمرد شما دو تا مرد میبینید و یه بچه جوون 17 18 ساله وسطشون. چهار تا مرد میبینیم. نه، شما سه تا دارید میبینید. ما چهار تا میبینیم به خدا. دو تایی که دارید میبینید، چهار تا دارید. او عقبش یکی. آره، آره، آره. اون عقبی رو ول کنید چون من نمیبینم. خیلی خوب. فقط این ستا رو نگاه کنید. دلیلی که من نشونتون دادم این عکس اینه که این ستا رو نشونتون بدم. بله. این ستا هستن که پایگزار فامیل الغانیان هستن. فامیل الغانیانی که همه ما ایرانی ها میشناسیمشون، میدونیم اینا چه کارا کردن. اوکی. و الان ما میتونیم اینا رو برگردونم، تاریخ این دوتا رو بهتون بدن تا 2400 سال پیش. آها. از 2400 سال پیش دوره کوروش کبیر تا دوره شاه رضا، رضا شاه کبیر، گوش میدید؟ بله. اینا اونجا زندگی میکردن، کارش هم میدونم چی بوده، شراب میفروخته، شراب درست میکرده و شراب میفروخته. پدر بزرگ شما هم همینطور؟ همین پدر بزرگ من شراب میفروختن؟ آره. این در شیراز بوده شراب میفروخته. ولی ما میبایستی بوده این در ایران صبر کنیم صبر کنیم صبر کنیم تا از کوروش کبیر بیایم از همه این شاه ها و این دودمان های مختلف رد بشیم، بیایم از قاجار رد شیم، بیایم به دودمان پهلوی برسیم که یک نفر مثل رضا شاه پهلوی پیدا شه که بتونه اون کاملیت، درست میگن کاملیت، یعنی این دیولوپمنت که باید به فامیلی داده بشه به این فامیل داده شده. چرا؟ برای خاطری که 2400 سال پیش تا تقریبا این هنوز این عکسی که دارید ببینید هنوز موقعی است که یهودیا در یک محل زندگی میکردن و نمیتونستن برن در یک محل دیگه. در حدود 110-120 سال پیش بوده، موقعی بود که رضا شاه اومد و شاه شد. موقعی که رضا شاه تاج شادی رو سرش گذاشت، موقعی بود که ما ایرونی ها واقعا باید اینو بهتون بگم و من برای همینه که این عکس رو گذاشتم که ما بدونیم که این دودمان پهلوی که از رضا شاه کبیر شروع شده، اولین شاه که مال دودمان پهلوی هست، این شخص این پادشاه باعث این شد که ایران به تمدن 2400 ساله 5000 ساله دین یهودیت و اینجوری که زندگی میکردن و اینا به اونها تموم کنه، اونها رو بریزه دور. و رضا شاه اومد گفت که یعنی که یهودی نمیدونه هر جایی بخواد زندگی کنه، این یهودی ها ایرونه، این آقایون در شیراز 2400 سال زندگی میکنن. خب اونا هم میدونستن دیگه این ویلجه کجاست تو شیراز که این ایرانی های یهودی از دوره کوروش کبیر اونجا زندگی میکردن. یعنی همون کاری که کوروش در بابل کرد با یهودیان، رضا شاه با رضا شاه برای یهودی های ایران کرد. گوش میدین؟ بله. من اینو میخوام بگم، برای اینه که من این عکس ها رو گذاشتم، برای اینه که من گفتم این عکس 115 سالگی فامیل خودم رو بذارم تا اینی که همه بدونید که اگر همچین رضا شاهی نبود، اگر ما رو از اون محله جودا که بهش میگفتن محله جودا، همه یهودی ها خود توی محله زندگی کنن، محله ای که یهودی ها زندگی میکردن در تهران اسمش محله جودا اسمش گذاشته بودن، در خیابان سیروس بود. و من یادمه وقتی که پدر مادر من هنوز در خیابان سیروس زندگی میکردن و منم باشون بودم. حالا عکس عکس مادرتون هم هست، با راجب اونم یه توضیح بدید. حالا راجب مادرم، بله، این عکس، این یکی عکس، حالا این یکی عکس رو بذار. اوکی. این عکس مال موقعی است که مادر من شوهر کرد، گوش بدید، حالا شوهر کردن مادر منم خودش
تک بوده. مادر من اولین یهودی بوده که درسته شوهر خودش رو انتخاب کنه. میدونید چرا؟ این تاریخ رو باید من براتون تعریف کنم. این تاریخ رو من باید برای همه ایرانی ها تعریف کنم، بگم که چجوری شد این ازدواج مادر من با پدر من و بالاخره پدر من کیست. ببینید، پدر من، فامیل پدر من در سال 1646-7 اینجورا در اسپانیا زندگی میکرد. یعنی پدر شما اسپانیاییه؟ پدر من اسپانیاییه. در سال نجادش از چیزشون دیگه، جد آبادشون. آره آره. در سال 1640 و اینا اون در اسپانیا یهودی ها رو شروع کردن به کشتن و از اسپانیا بیرون کردن. گوش میدین، به همه یهودی ها گفتن، سه تا چویس بهشون دادن: یا میایید کاتولیک میشید فورا، اوکی، یا اینی که تمام پول و هر چی که دارید و ندارید میذارید، خودتون جونتون رو میگیرید و از اسپانیا میرید بیرون. پس برای همین فامیلیتون ویکتوریه. گوش کن، سومی گونم بهت میگم از کجا اومده. سومی چویسی که اینا داشتن این بود که اعدام بشن. اسپانیا گفت ما شما رو یا میکشیمتون، اوکی، یا شما باید بیاید کاتولیک بشید، دیگه یهودیت رو بردارید، این حرفا رو بذارید کنار، کاتولیک بشید، مثل کاتولیک در اسپانیا زندگی میکنید، یا بدون یک دلار پول، بدون یک پول، حتی یک تومانی، به قول خودشون گفتنی، لخت از ایران، از اسپانیا میرید بیرون. یه یهودی بوده در اسپانیا، من رفتم خونه شو دیدم، کلیسایی هم که در اون زندگی میکرد دیدم، چون ما پیدا کردیم، من و فامیلا پیدا کردیم که این بابا کی بوده که از اسپانیا اومده. از اسپانیا که اومده رفته تو هنگری، گوش میدین، در اونجا یکی دو سه سال اونجا زندگی کرده، بعدا هی اومده به طرف شهر، اومده به طرف شهر، تا اینی که وقتی که این در سن 13 سالگی از اسپانیا اومد بیرون و رفت در عراق، گوش میدید، در سن 18 سالگی رسید به عراق، بالاخره در عراق زندگی کرد و بالاخره از عراق هم اومد بیرون، رفت در کاشان. در ایران در کاشان شروع کرد زندگی کردن و در کاشان این یک زن یهودی گرفت و فامیل رو شروع کرد و اسممون هم اون موقع ویکتوری نبود، اسممون مرادیان بود. الان راجع به پدرتون داریم میگین اینو؟ پدر، الان فامیل پدر مادرم. آره. فامیل مادرم که معلومه. آره. نه میگم این شخصی که گفتین رفت عراق و اومد پدرتون بود. پدرم بود. رفت تو عراق، تو جا عراق موند و بالاخره در عراق هم نموند، اومد رفت در کاشان، شنید که در کاشان ایران یهودی های خود با هم دیگه بهتر میدونن بسازن و اینا، اون اومد پاشد رفت اونجا و در اونجا یک زن یهودی پیدا کرد، گرفت و اون فامیل مرادیان رو شروع کرد که تقریبا 200 سال بود و نوه چندومیش، این بابا نوه چندومیش پاشد اومد در ایران و در ایران شروع کرد به یک دفتر باز کردن که از روسیه خرید و فروش میکرد. این بابا پدر بزرگ من بود. پدر من بود. گوش میدید، اینجوری من اینا رو ردیفشون رو پیدا کردم. این و پدر من رفت یک زنی گرفت از خود تهران و اون صاحب 6 پسر بودن و یک دونه دختر، که یکیشون پدر شما بود، یکیش پدر من. حالا البته پدر من و همه عموام و یه عمه داشتم و همه عموام همه حالا دیگه فوت کردن. البته من 90 سالم، اینو باید بهت بگم، یعنی از پدر زنده باشی وای من دیگه کسی نمونده، اینا همه فوت کردن. بعد پدرتون اومدن با الغانی های ناشنا شدن؟ پدر من با الغانی های ناشنا نشدن. اینجا اینترستینگه، دوره رضا شاه به قدری زنها جرأت داشتن و به قدری آزادی داشتن که مادر من که دوتا برادراش برادرهای الغانیان بودن،
گوش میدین، حالا اون اکثر این پسرای یکی اونا هستن، اینو نذارید حالا. نه اینو نذارید، اگر اون عکس اولی نشون بده. اما اولی من عکس اولی که همه بودن با پدر بزرگ و اینو اینو اینجا بیا نشون بده که من بهت بگم. ببینید این دوتایی که این پدر بزرگ منه که میبینی پشت سرش یه جوونه وایساده. آره. این جوونه حبیب الهانیانه. اوه. این عکسش تو اون عکس سابقه بوده که بعدا نشونتون میدم. بله. این دوتایی که یکی طرف دست راستشه یکی طرف دست چپشه، این دوتا هم دایی حبیب الهانیان هستن، هم دایی های من هستن. آها. مادر من خواهر این دوتاست. بله. پیش میدین حالا این دوتا که هستن، این آقایی که طرف دست راسته آقای حبیب الهانیان هست، آها، میدین این اسمش هست حاجی عزیز الهانیان. نه نه همون بغل اون جوانه، بغل جوانه. آره آره گوش بده. بله. این اسمش بوده حاجی عزیز الهانیان. این دختری که این خانمی که این جلو هست اینجا لباس سفید تنشه، این زنش بوده اون پایین. زن... آره آره ب... زنش اسمش بوده حشمت الهانیان. آها. این بابا اینقدر این زنش رو دوست داشته که زنش حامله نمی شده و این به زنش میگه که من میرم، من زنش بهش میگه که بیا برو یه زن دیگه بگیر، منو طلاق بده صاحب بچه باشو. قبول نمیکنه دایی من، میگه نه من فقط تو رو میخوام، من اگه تو زن من نباشی بچه نداریم، عیبی نداره. کاری که میکنه این بابا موقعی بوده که تقریبا 10-15 سال قبل از اون رضا شاه میاد میگه که یهودی ها میدونن از محله چودا بیان بیرون، هر جایی میخوام برن زندگی کنم. این دوتا با هم دیگه، این دوتاری که میبینید دوتا برادرها، بله، از محله جودا میان چاره حسن آباد. چاره حسن آباد هم همه تو ایرون میدونن کجاست، در تهران. اوکی؟ اینا میان همه ملکایی که در چاره حسن اون موقع زمین بود، اینا میان این ملکا رو میخرن مال چاره حسن آباد. چهار تا ساخته بودی که به دور چاره حسن آباد، اگه یادتون باشه اونایی که یادتون هست حالا میدونید برید ببینید، یه میدان خیلی بزرگه، 4 تا ساختمون بزرگم اطرافشه. بله. اون طرف این 4 تا ساختمون هم همش خونه های کوچیکی هست که مردم توش زندگی میکردن. گوش میدین همه اینها رو این دوتا الهانیان ها ساختن. بعد از اینی که رضا شاه بهشون اجازه داد که از محله حالا میدونی بیای بیرون و هر کاری بخوای بدونی بکنی، اینا اومدن و ملاک شدن. بله. و بعد از 10-15 سال اینا صاحب کلی ملک بودن در چهارراه حسن آباد. من یادم خیابون حشمت و دوله، اوکی، همه خیابون حشمت و دوله مال اینا بود، مال این دوتا بود. حالا ما خانم این دایی بنده، دایی من بهش میگه که بدونی که چی، پس بیا بریم من با تو بریم پاریس، در اونجا دکترا و اینا تو رو ببینن، شاید بتونن یه کاری بکنن که تو حامله بشی. اوکی؟ دایی من با این خانمش که خیلی دوست داشت و آب سر نمیشد، دوتایشون میرن پاریس. تو پاریس هم دکترا هیچ ولی این چه کار میکنه؟ این میاد حالا بیا اون عکس دومی رو نشون بده، عکس همون با مادرشونو. آره با مادر. آره. مادرم و خاله. بله بله. اوکی. اینی که طرف این مادر منه، این منم طرف دست چپش، این برادر کوچیکمه فوت کرده الان، این برادر بزرگمه اونم فوت کرده، این خاله بزرگ منه. بله. خیلی وقت فوت کرده، این در اسرائیل دفن شده. گوش بدید این مادر 7 تا پسر بوده. ماشاءالله. آقای عزیز لیسن تو می گرینده، این آقای عزیز الهانیان وقتی دیده زنش آب سن نمیشه دیگه، تو پاریس هم آب سن نمیشه و اینا، اون میفرسته 2 تا از بچه های این از پسرای این خانم و پسر اول و پسر دوم میشه، بگه بیاید پاریس. اینا میان پاریس، به اینا میگه که اون 2 تا برادرتون تو میخوان میدونن تو ملک باشن تو تهران، ولی شما باید بیاید تو خرید و فروش و تجارت. میش میدید یاد اینا میده که تو پاریس اینا چجوری تجارت کنن. بنابراین این 4 تا برادرها 2 تاشون تو ایرون ریل استیت داشتن، 2 تاشون از پاریس به ایران تا
تجارت میکردن. خب جناب ویکتوری، این داستان اینجا نگه دارید، بقیه شما هفته دیگه بگیم که یه ذره برای بیننده هم چیز، چون یه این خبر مهنشین هم باید بگیم، ما 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اوکی، بذار 30 ثانیه فقط من اینو به یه جایی برسونم که بدونم بگیم. اوکی، پس به هر صورت اینا دو تا این فامیل دو تا شدن. از اونجایی که این دیگه خودش بچه دار نمیشد، هر 7 تا پسر خاله منو این اداپت کرد. آها، حالا شوهر خاله من اسمشو عوض کرد، اسم خودش رو بر نداشت، اسم الهانیون رو خودش گذاشت. گوش میدی؟ اسم پدر بزرگم رو خودش گذاشت. واسه اینه که پسر خاله من فامیلش الهانیانه، من اسمم ویکتوریه. وقتی که پدر من مادر من رو گرفت، اسم الهانیان رو قبول نکرد، گفت نه من خودم اسم خودم رو دارم. مادر من، پدر من کسی بود که میرفت کرایه جمع میکرد برای دوتا دایی ها. گوش میدید؟ کرایه جمع کن بود. مادر من اینو میاد، این همیشه میمد خونه دایی، میمد با دایی من صحبت کنه و کرایه بیاره و اینو. مادر من که پدر منو میبینه، از پدر من عاشقش میشه و خوشش میاد و میره به مادر خودش میگه من اینو میخوام شوهرم باشه. و اومد و درست کردن که مادر من زن اون آقا بشه، آقای لطف‌الله خانه ویکتوری. خیلی خوب، اینجا دیگه نگرش داریم. آره، حالا من دوست دیگه، حالا میبینی که چجوری داره فامیل تشکیل، بقیهش حالا میریم هفته دیگه. فقط من یه موضوعی رو هم باید، چون مونده الان یه هفته هم ازش گذشت، در 2 هفته پیش تقریبا بودش که آمریکا یک مهنشین رو فرستاد به کره ماه. البته این مهنشین توسط سازمان ناسا فرستاده نشد، توسط یک سازمان خصوصی فرستاده شد که صاحب اون سازمان هم آقای نادر، چی بود فامیلشون؟ کمال قفاریان. مذهب کمال قفاریان، که حالا راجب اونم صحبت میکنه. اول یه ویدئویی رو ببینیم ازش که خبرگزاری ها و اخبار بین المللی راجبش پخش کردن. اینو نگاه بکنین راجب این مهنشین. بله، این مهنشین در قسمت جنوبی کره ماه، جایی که تصور میشه که اونجا آب و یخ هستش، نشسته که بتونه تحقیقات بیشتری بکنه. اینجوری هم که توضیح دادن راجع به این جریان، این چون توسط یک سازمان خصوصی انجام شد، مثل این که اینجوری که حالا من درست یادم باشه، نزدیک به 100 و خورده میلیون دلار هزینه شد، که خود سازمان ناسا میگه اگر ما میخواستیم این کارو بکنیم 500 میلیون هم بیشتر میشد. الان دارن امکاناتی رو میدن بذارید ویدیو رو پخش کنین، دارن امکاناتی میدن به کمپانی‌های خصوصی که بتونن این کار رو انجام بدن. و خوشبختانه اولیش هم توسط آقای کمال آقا از ایرانیان موفق در آمریکا انجام شدش، که تونستن این فضانورد رو، در حقیقت مهنشین رو، با موفقیت بنشونن در کره ماه، که خودش بعد از سالها یکی از مواردی که هم مطرح میشد که چرا بعد از سفر انسان به کره ماه دیگه این پروژه انجام نشد، یکی از دلایلش بودجه سازمان ناسا بود، که میگفتن بودجه‌ای که اون موقع ما داشتیم رو دیگه هیچ وقت نخواهیم داشت که بتونیم یه همچی کار کنیم. ولی سازمان‌های خصوصی دارن این کار رو انجام میدن. یه لحظه بیاینتون عکس آقای کمال رو هم بذارید، ویدئوش رو بذارید، فقط عکسشونش، صداش لازم نیستش، بذارین که دوستان با چهره این ایشون هم آشنا بشن. و آقای ویکتوری ازشون خواهش میکنیم اگر توضیح راجع به این جریان دارن به ما بدن، اگر نه که فقط به ما بگن چگونگی. بله، ایشون عکس، بله، این ثروتمند ایرانی رقیب ایلان ماسک نوشته شده تو این عکسم، که حالا ویدئویی هم داره که من در برنامه خودم نشون داده بودم، حالا اگر فرصت بود اینجا هم نشون میدم. از آقای ویکتوری خواهش می‌کنم اگر توضیح راجع به این مورد دارن، یا اینکه چگونگی سفر اصلا به کره ما چگونه انجام میشه، به صورت خیلی ساده که منم بتونم بفهمم. من چگونگی سفر رو بهتون بگم، این براتون توضیح میده که چرا دست بدید. برای خاطری که برید به کره ما، از سطح زمین باید برید بیرون. اول میرید در یک مداری به دور زمین، گوش میدید؟ بله، میگردید. ما هم خودش در یک مداری به دور زمینه، ولی در فاصله خیلی بیشتر. اوکی؟
شما همین که به یک مداری که مثلا هایتش در حدود 100 مایل بوده در اونجا که برید اگه سرعتتون رو زیاد بکنید دارید به دور زمین میگردید، ولی سرعت افقیتون اگه زیاد بشه یعنی اون موشک پشت سرتون رو روشن کنید، این شروع میکنه به بالا رفتن، هم داره دور میزنه هم بالا میره، یعنی اینجوری داره میره که بره به یک مدار بالاتر برسه. خب این اگر درست زیر مدار ما باشه یه وقتی میرسه به اون مداری میرسه که ما رسیده، بنابراین شما میتونید این سفینه رو انتخاب بکنید چه موقعی این شروع بکنه به اینکه سرعتش بالا بره، چون میدونید حساب بکنید و ببینید چند وقت طول میکشه که این بره بالا و اینا موقعی اینو شروع بکنن که وقت که میاد به مدار ماه میرسه ماه اونجاه. گوش میدید؟ بنابراین یه دونه موشکش رو شروع روشن میکنن، این سرعتش بالا میره و میاد میره بالا 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 میرسه به اونجایی که مدار ماه هست، ماه بالا سرشه، میره به اونجایی که ماه داره تو همون مداره داره حرکت میکنه، این وقتی که میاد میره به ماه که داره میره اون تو، تقریبا یک چند ساعت قبل از اینی که به ماه برسه سرعت چیز جاذبه ماه اثر میذاره روی این سفینه و سفینه رو ماه به طرف خودش میکشه و این سفینه رو میاره و به دور خود ماه میگردونه. گوش میده، این داره میاد به دور زمین داره میگرده، ولی وقتی که به ماه میرسه میره به دور ماه میگرده. این اتوماتیک همه اینا اگر الان یک کلاسی بود که من داشتم درس میدادم خیلی ساده تر میدونستم اینو بکنم. چرا؟ چون دو تا فرمول میذاشتم اونجا، به فرمولا پوینت میکردم، میگم E goes up, this comes down. گوش میدید، رو فرمول خیلی بهتر میشه توجیه داد تا اینی که بخوام اکسپلین کنم برای کسایی که این تکنیکالیتی مدار و در مدار و اینو حرکت رو نمیدونن چیه. اینا همش این چیزیست که ما ساینتیست هایی که برای نسا هستن همه این فرمولا و اینا رو میدونیم که میدونیم که چیه. خوزه میاد به دور ماه که میگرده، بعدا ما میخواییم بیاییم روی سطح ماه، بنابراین چه کار میکنیم؟ میخواییم بیاییم پایین روی سطح ماه، باید سرعتش کم کنیم. سرعت این سفینه که به دور ماه داره میگرده سرعتش اگر کم کنن، اونم خیلی ساده است، 180 درجه میچرخوننش، اون موشکی که از پشت بوده الان میاد جلوش، موشک رو از جلو روشن میکنن، فشار 180 درجه ضد فشار ثابت روی سفینه در بیاره، سفینه سرعتش کمتر میشه، سرعتش که کمتر میشه شروع میکنه به نشستن روی سطح ماه، برای همینی که میاد کم یواش تا اینی که در چند متر ما که میرسه سرعتش میشه یک دو متر در اینجورا میشه در ساعت، تا اینی که باید یواش اینو میارن و میشورن. اوکی؟ اینجوریه که میرید به دور ما میگردید سرعتتون رو کم میکنید میرید به سطح ما میرسید. یه چیزی باید بهتون بگم برای همتون که شما نگفتید اینو، و اون اینه که این سفینه ای که اینا فرستادن بالا همچین چیز مهمی نیست، من حتی نمیدونستم همچین چیزی داره میره. و یه چیزی هم که میخوام بهتون بگم اینه که این سفینه راحت نشسته به سطح ماه، دایوش سقوط کرده، وقتی که نشست یکی از پاهاش خراب شد و این افتاد و الان افقی روی سطح ماهه. گوش بدید، نه دیگه بدون هوا بره، نمیدونه وازش کنن، نمیدونه کسی بره، نه هیچی. This is the end of it. خب جناب ویکتوری، ما به پایان برنامه هم رسیدیم. دوستان عزیز چند تا نکته. اولا من هفته بعد راجع به سفر به کره ما با آقای ویکتوری صحبت میکنم، چون ایشون تون در زمینه ساخت چترهای نجات اون سفینه مشارکت داشتن، با عکسشون رو با آقای
نیل آرمسترانگ. نیل آرمسترانگ رو بهتون نشون میدم، با راجع اون صحبت میکنیم. اگر کسانی کتاب پدیده های فضایی رو داشته باشن یا تهیه بکنن، راجع به این سفر به کره ماه کاملا توش توضیحات همه چی داده شده، حتی برای کسایی که هنوز بر این باورن که نه اصلا سفری به کره ماه نبوده، اینا تو هالیوود ساخته شده و دلایلی میارن براش، همه اون دلایل رو گفتن و جوابش هم دادن. کتاب پدیده های فضایی، دوستان یادتون نره، دو کتاب پدیده های فضایی و خدا دین علم، این دو کتاب آخرین تعداد خیلی اندکی که ازش مونده رو حتما تهیه بکنید. غیر از مسائلی که راجع به فضا و کهکشان و سفر به کره ماه و آمدن آدم‌های فضایی به زمین و غیر صحبت شده، راجع به پیدایش جهان، پیدایش انسان، کره زمین، راجع به وجود آمدن مذهب، چگونه بشر خدا را آفرید برای امکاناتی رو که لازم داشتش ازش تو استفاده یا سوء استفاده بکنه، همه اینها رو در این دو کتاب دارید. این دو کتاب هم میدونید که قیمتشون 10 سال پیش 8 سال پیش $100 بوده که الان اگر میخواستن چاپ بکنن شاید $200 هم نمیشد بپوشن. برای آقای ویکتوری لطف کردن این دو کتاب رو، کتاب خدا دین علم و پدیده های فضایی رو، هر دو تا کتاب رو شما به جای $200 میتونید به مبلغ $120، یعنی با $80 تخفیف بگیرید به علاوه هزینه پستش، که این فرصت رو از دست ندید لطفاً. برای اینکه اون 5 کتابی رو که آقای ویکتوری داشتن، 3 کتاب اول شگفتی های جهان، اسرار کائنات 1 و اسرار کائنات 2، 1 دونش دیگه موجود نیستش. اگر بخواید تهیه کنید میتونید برید، البته تو ایبی 400 500 600 دلار بخرید، ولی این 2 کتاب که مونده رو از دست ندید، حیف. اینا رو داشته باشید. ما در هفته آینده با آقای ویکتوری در رابطه 3 موضوعی که باید راجعش صحبت کنیم، یکی ازدواج پدرشون رو یک کمی راجعش توضیح بیشتری میدن، دو اون دیگه تموم شد دیگه. نه یه سوالاتی من دارم بعدم میپرسم. یکی هم که راجعه سفر به کره ماه یه توضیحات بیشتری ازشون خواهیم شنید. و تا برنامه بعد، خدا رو شما رو به خدای بزرگی که آقای ویکتوری میگن نیسته میسپرم. و خیلی جناب ویکتوری خیلی خیلی ممنونم ازتون که در این برنامه شرکت کردید. خیلی باید صحبت بکنم. اینی که راجع به خودم گفتم، خواستم شما فقط بدونید که چه تکاملی در ایران به وجود آمد توسط برای شما بگم یه فامیلی یهودی چجوری تکامل پیدا کرد که شما ایرونی ها چجوری پیدا کردید. برای اینه که من فقط و فقط ایرونی هستم های ملت. دمتون گرم، خدا یار و نگهدار همتون باشه تا برنامه بعد. خداحافظ. خوب بود؟ عالی.